آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و شغل ایشون دستفروش بودن و محل کارشون هم سر بازار عراق، این حاشیه بازار می‌ایستادن و دستفروشی می‌کردن. تجمعات عراق که شروع شد از 9 دی شروع شد و با یک اقبال گسترده‌ای مواجه شد، مردم به صورت گسترده شرکت کردند و این ادامه داشت چند روزی و در روز 10 دی وحید 10 دستگیر شدند. وقتی ایشون رو دستگیر میکنن میبرنش کلانتری 12 موسوم به کلانتری رضوی. به خانوادش 15 اطلاع میدن که بچه شما خودکشی کرده. روز 16 جنازه وحید رو دفنش میکنن، فقط میگن جنازش اینجاست. آقای باقری، شما با توجه به اینکه با خانواده وحید حیدری صحبت کردید و از نزدیک اونجا وضعیت رو دیدید، بفرمایید که چه اطلاعاتی خانواده دارن از زمانی که وحید حیدری در بازداشت بوده و واکنششون چی بود به اینکه اعلام شد خودکشی کرده وحید حیدری در بازداشتگاه؟ خانواده درجه یکش، من موفق نشدم اینها رو ببینم، اینها اجازه نمیدن باشون تماس بگیریم. بستگان مثل عمو و اینها من تونستم تماس بگیرم. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریض نارتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. خانواده وقتی با این وضعیت مواجه میشن، اولا که باور نمی کنن که ایشون حمل مواد مخدر کرده یا معتاد بوده و اینا، این انگ رو زدن، باور نمی کردن. اما به دلیل اینکه حضور در تجمعات برای اینها یک موضوع امنیتی بوده، خانواده رو تهدید کردن و خانواده با این ارعاب کوتاه اومده و سخن نمیگه، حرفی نمیزنه در این مورد. بعضی گزارش ها منتشر شده بود مبنی بر این که روی سر جنازه وحید حیدری آثار ضرب و شتم دیده شده. خانواده در این باره اظهار نظری کردن؟ این عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرض 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته، که این بیانگر این هستش که شکنجه شده. چرا که کسی بخواد خودکشی کنه اصلا قادر نیست یه همچون زخمی رو در اون قسمت سرش ایجاد کنه. خب آقای باقری، شما در قسمت قبلی صحبتاتون گفتین که جنازه رو خودشون دفن کرده بودن و فقط به خانواده گفتن فرزند شما در اون مکان دفن شده. پس اگر جنازه رو خودشون دفن کردن، خانواده از کجا این شکاف رو روی سر وحید حیدری دیدن؟ دو تا روایت هست. یکی این که خبری رو که خود من و موثقم هستش از طریق پسر عمو و شوهر خواهر این مقتول دریافت کردم، ایشون گفت که من جنازه رو دیدم، خودم عینه دیدم و این شرح ماوقع که اندازش چقدر بوده و برآمدگی به چه شکل بوده از طریق ایشون من دریافت کردم و ایشون گفتن که حتی به ما اجازه ندادن محل دفنش رو ما تعیین کنیم، اونها به ما گفتن باید اینجا دفن بشه. این یک روایت. روایت بعدی، یکی از دوستان صمیمی و نزدیکش به اسم پوریا، ایشون گفته که اجازه دفن رو از خانواده گرفتند. مراسم ختم وحید حیدری چطوری برگزار شد؟ به خانواده اجازه دادن که برگزار کنن مراسم رو اونطور که میخوان؟ مراسم دفن صبح 16 بوده و بعد از ظهر ساعت 3 تا 4 مراسم ختمش بوده. حضور نیروهای امنیتی به صورت فیزیکی و علنی اونجا کاملا مشهود بوده، کاملا فضا امنیتی بوده، همه چیز رو تحت مراقبت داشتن که حرفی اونجا نشه. آقای باقری، شما خبر دارید از تعداد بازداشتی ها در اون منطقه؟ به خاطر اینکه تعداد بازداشت شده ها در استان مرکزی 100 نفر اعلام شده، آمار رسمی این هست. شما بفرمایید اطلاعی دارید که این تعداد حدوداً چقدر هست؟ همون 100 نفر بیشتر کمتره؟ و اینکه با خانواده سایر بازداشت شده ها ارتباط دارید؟ این 100 نفر رو که گفتن، این 100 نفر کسانی هستن که رسما برایشون پرونده تشکیل دادن و الان در بازداشت هم هستن، اما بیش از اینها دستگیر شده دقیقا نمیدونم چه تعدادی، اما خیلی ها هستن که دستگیر شدن و آزاد شدن، حالا یا تعهدی گرفتن ازشون و خیلی هاشون هم هستن با وثیقه آزاد هستن. بله، من با تعدادی از اینها صحبت داشتم که حتی میگفتن شکنجه هم شدن. خبر دارید آقای باقری که چه اتهام هایی رو به این افراد تفهیم کردن؟ اتهامی به اینها که زدن، اتهام همکاری با گروه های معاند، همکاری با دشمن اسرائیل آمریکا، انگ اینجوری بهشون زدن، برهم زدن امنیت ملی. شما با توجه به اینکه گفتید با چند تا از بازداشت شده ها در ارتباط هستید، از شرایط بازداشتگاه ها این افراد چیزی رو عنوان کردن؟
خود بازداشتیایی که من شخصا و دوستان من با اونها ارتباط برقرار گرفتیم میگن که بله در اونجا ضرب و شتم و تهدید و ارعاب و اینها به شدت وجود داشته. آقای باقری، در کدوم بازداشتگاه ها در عراق به طور مشخص بودن؟ بازداشتگاه تجمعات وقتی شروع شد، مثلا یکیش یه امامزاده هستش، امامزاده داخل شهر عراق روبروی هلال احمر، از مسجد اونجا از پایگاه بسیج استفاده میکردن برای جمع‌آوری این معترضین، اونها رو که دستگیر میکردن موقتا اونجا اسکان میدادن، بعد اینها رو در جای دیگه مثل کلانتری و عمدتا در زندان عراق اینها رو نگهداری میکردن و بهش اصطلاح میگن قرنطینه، به صورت قرنطینه نگهداری میکردن و اونها رو به بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات میبردن برای بازجویی و اینها. دست فروش بوده. چند سالش بود؟ 22 سال. به شما چی گفتن علت فوت رو؟ خود رفتیم خط با اومدیم، دیگه چیزشو خبر نداریم، نه جنازه رو دیدیم نه هیچی. خبر منتشر شده که روی جنازه، روی سر وحید، آثار ضرب و شتم کبودی و زخم بوده. شما در این باره چیزی میگه؟ خود ندیدم، من هیچی ندیدم، من چون جنازه رو ندیدیم اصلا. مقام های قضایی به شما چی اعلام کردن در این باره؟ اونش نه به ما مربوطه نه، و چیزی هم گفتن به خودشون گفتن. میبخشید.